داریم در مسابقه تیمی نفرات سوم جاسم ویشگاهی ویان اوتو اوتو قهرمان جهان هست. از آقای زمانی میخوام که این گزارش رو برای شما انجام بده. در اینجا میریم که شاهد یک مسابقه پرهیجان و حساس از دیدار ایران و انگلیس باشیم. بین بله 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 یک مواشی در همون ابتدای کار جاسم ویشگاهی توی صورت اوتو پیاده میکنه و سالن یک مرتبه منفجر میشه. یک تنبان برای جاسم. من در همون شروع که اومدم خدمتتون عرض کنم وزن در سومین دیدار از مسابقه انگلیس و ایران هست. اوتو قهرمان چندین دوره جهان از انگلستان و جاسم ویشگاهی جوان استثنایی تیم ایران که همون اول جاسم تونست با اجرای مواشی جوران خوبش بتونه تنبان رو کف کنه. اوتو اصلا شوکه شد، انتظار نداشت که یک جوان ایرانی به این قشنگی همون ابتدای کار چنین امتیاز ازش بگیره. پیگیر درگیره، چند ضربه پیاپی اوتو اجرا میکنه و درگیر میشن. جاسم روحیه خوبی داره اصلا و خیلی آماده برخورد و وارد تاتمی شد. رخت پا اوتو دیگه نمیاد تحمل کنه به این راحتی باخته باشه به جوان ایرانی. در این صورت در نفیت میخواد امتیاز رو جبران کنه و نمیخواد حتی درگیری هم میگشونه کارو. یک جوگای برای جاسم ویشگاهی به خاطر اینکه به بیرون تاتمی رفته بود. سالن یک صدا ایران ایرانشون به لرزه در اومده. همزمان و بله تودانزوشی از اوتو، ضمن اینکه جاسم هم تودانزوشی اجرا کرده بود. یک امتیاز برای اوتو. ایفون زمین اون درگیری ها بیا جاسم هم از آیه صورت ناراحت بود که آمادیش اعلام میکنه به داور برای ادامه مسابقه. دست جلوشو میزنه اوتو، میخواد که دست جلو بزنه تکنیک پاش اجرا کنه و جاسم بوتر از این کار میکنه و بله جودانزوشی از جاسم ولی دور بوده مقدار درگیر میشن. مازیار فرید قمامی هم جاسم رو راهنمایی میکنه به عنوان مربی تیم ملی ایران و اینجا آشیبارای از اوتو حمله میکنه به روی، در حالی که جاسم رو زمین هست حمله میکنه که امتیاز چه بگیره ولی جاسم به اون اجازه نمیده نزدیکشه. هر دو سر پا شروع میکنن مجدد مسابقه رو. یک تودان مواشی روی آرنج جاسم میشین از داخل آشیبارای و جودانزوشی سنگینی که اوتو اجرا میکنه روی صورت جاسم. دکتر لشکری هم پزشک تیم ایران بلافاصله وارد میشه برای اینکه هرچه زودتر بتونه آماده کنه جاسم برای ادامه مسابقه. چهره هر دو رو دارید، جاسم ویشگاهی جوون شگفتی آفرینه در همون ابتدای کارش با اوتو و آی دکتر که داور هم بله گویا داور تقاضای اخطار کرد برای اوتو به خاطر ضربه سنگی پیاده کرده بود رو صورت جاسم. اخطار دادم به خاطر کنترل ضربه روی صورت. شروع میکنن، اوتو خیلی عجله داره که جبران کنه این دو امتیاز عقب خودو. دو امتیاز عقب اوتو، بنابراین سعی میکنه به هر نحوی هست جبران کنه. علی‌رغم اینکه حدود 50 ثانیه هم مونده به پایان مسابقه، بله یک اخطار برای
یک اخطار برای ویشگاهی به خاطر اینکه کیکوکو قادنگ خودش بدونه اینکه به خاطر یک گروه مواسی. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ دمه اینکه شروع کردن اوراماواشی جاسم امتیاز به 6 میرسونه، 6-2 جاسم جلو هست، درگیر میشن، اوتو دیگه نمیدونه چی کار کنه، هر ضربهی به نظرش میرسه اجرا میکنه، هر تکنیکی که بتونه اجرا میکنه، اصلا دیگه بدون تفکر کارش اوتو انجام میده، میخواد برسونه ولی دیگه دیر شده، سوت 30 ثانیه هم نواخته شد، ولی مگر در این صدا میشه تشریف داد صدای سوتو، ولی اینجا یک اخطار مجدد برای جاسم و یک نهم برای اوتو، حساب کار میشه 6-4 و اینجا باز هم سودان زود مواشی و حساب کار 6-6. و باز هم اینجاست که یک جودانزوکی سنگین اجرا میکنه جاسم، واقعا اینها چیزی از ارزشهای جاسم کم نمیکنه، در مقابل اوتو ایستادن و چنین کار کردن خیلی مهمه. از آقای زمانی من تابلو اعلانات رو میبینم که همچنان 4 ثبت شده در صورتی که 6-6 هستن. بله بله، همون دو فهمودی 6-6 هستن، ولی نمیدونم چرا تابلو رو درست نمی کنه، علاوه بر اینکه یک سره آقای تکیدانوان مربی تیم انگلیس هم اینه تذکر بود، بله درست بود، درست تابلو 6-6 مساوی هستن، ضمن اینکه جاسم اخطارهای پیاپی هم گرفته متاسفانه، فقط به خاطر همین اخطارها 3 امتیاز به همین خاطر از دست داد، اگر این کار رو انجام نمیداد میتونست که برنده مسابقه بشه. یک امتیاز برای اوتو، جاسم یه مقدار باید فکر میشد، احساسی عمل میکنه و از سوت پایان مسابقه اوتو نمیدونه چجور خوشحالشو ابراز کنه، 7-6 برنده شد، ولی جاسم اگر دقت میکرد و حرکات اضافی هم خودش نمیداد و اخطار نمیگرفت، مطمئنن برنده این مسابقه بود، ولی میگم در مجموع باز هم از ارزش‌های کار جاسم چیزی کم نمیشه، خیلی قشنگ کار کرد.